گریه نکن اینا همه یه خوابه. تمام به همین سادگی. یه بار دیگه هم شاد. خیلی ممنون از آقای بادکوبه سازنده فیلم درساج که حاضر شدن که در خدمتشون باشیم درباره این فیلم ما توضیح بیشتری بدن در چارچوب برنامه نسل برلینه. در این برنامه معمولا فیلم هایی ساخته میشه یا ارائه میشه که برای نسل های جوانتر هستن و این فیلم ها معمولا فضای نشاط انگیزتر و خوشبینانه تری دارن. شما هیچ اصراری ندارین که فیلمتون چنین لحن و فضایی داشته باشه؟ سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. بله درسته، فیلم من توی بخش نسل برلینه در واقع شرکت داده شده و این فیلم به واقعیت زندگی یک خانواده ایرانی که در اطراف تهران زندگی میکنن توی محله مهشهر کرج میپردازه و مسائل زندگی اونا که در اصل و تمرکز اصلی فیلم یک دختر نوجوان به نام گلسا هست. خب بازتابنده واقعیت و مشکلات زندگی نسل نوجوان به حال یه جاهاییش توش نشاط و انرژی هست و یه جاهایی هم خب نه و شاید ناراحت کننده باشه مشکلات. بنابراین الزاماً پرداختن به نوجوان ها معنیش این نیست که در واقع یک فیلم با ریتم تند و سری و در واقع یک فیلم با فضای شاد رو ما داشته باشیم. ما در طول فیلم می‌بینیم که گلسا از یک طرف از دوستان خودش جدا می‌افته و در خانواده خودش هم مشکلاتش روز به روز در ارتباط با پدر و مادر خودش بیشتر میشه، در یک انزوای روحی قرار می‌گیره. این انزوا یا این متفاوت بودن او در این فیلم، این رو یک ضعف روانی می‌بینید یا از یک قوت احساسی یا درونی حکایت می‌کنه به نظر شما؟ در ابتدا در واقع بایکوت شدن گلسا از طرف جامعه دوستاش و جمع دوستاش و بعدتر هم خانوادهش به واسطه تهدیدی که در واقع میکننش، خب میتونه یک نقطه ضعف باشه که فاصله میگیره و به واسطه توهینی که بشده. اما ابدا موضوع ضعف روانی نیست، به خاطر اینکه گلسا ایستادگی میکنه و هر باری که چیزی رو از دست میده مثل آدمی که چیزی برای از دست دادن دیگه نداره قوی تر و قوی تر میشه و اون کسی میشه که انتخاب میکنه راه خودش رو و وای میسه پای حرفش. بنابراین نمیتونه از ضعف باشه. این قدرت اخلاقی رو که بهش اشاره کردید و گلسا از کجا گرفته؟ در واقع گلسا در طول ماجرایی که براش پیش میاد دچار فشارهای زیادی میشه و شروع میکنه به از دست دادن چیزهایی که داره و کم کم شاید این سختی ها و از دست دادن ها اون رو تو موقعیتی قرار میده که قوی تر و قوی تر بشه. در طول فیلم میبینیم که همون به همون اندازه یا به هم به موازاتی که از خانواده و دوستانش فاصله میگیره با سرگرمی ها و علایق دیگه ای آشنا میشه، مثلا دنبال کار میره یا اینکه به دنیای اسب ها نزدیک میشه. اسم فیلم هم از روی در واقع اصطلاح اسب سواریه. شما این رو جنبه نمادین یا سمبولیک خواستین بهش بدید؟ به هر حال واقعیت اینه که گلسا علاقمند به اسب و در واقع همونطور که گفتی توی باشگاه سوارکاری به واسطه جغرافیایی که زندگیش خونش داره باشگاه سوارکاری هم هست، پس علاقمند به اسب. انتخاب اسم درساج یکی به خاطر وجود اسب درساج توی قصه است و دوم هم خب میتونه مفاهیم و معانی سمبولیکی هم توش باشه، از جمله اینکه اسب درساج اسب با ارزشیه که توی دشت باز خطرناکه دویدنش و نمیتونه دویدن خودش رو ابراز کنه و باید تو مانش بدوه با فرمان سوارکار و شاید این یه سمبولی باشه از انسان امروز با در شهرهای بزرگ و صنعتی برای به دست آوردن پول بیشتر تا مستقیما زندگی بهتر رو داشته باشه. اما به هر حال خیلی من دوست ندارم پشت سمبل های فیلم رو توضیح بدم. واقعیت اینه که درساج و اسب درساج آنچنانی که تو قصه هم اسب درساج وجود داره. چه مشکل مهمی داشتید برای ساختن این فیلم، چه از نظر امکانات و عوامل مادی پرودکسیون و چه از نظر کار با بازیگراتون؟ خب در واقع هماهنگی کار به هر حال آسون نیست، هماهنگ شدن یک تیم بزرگ
برای ساختن یک فیلم بلند، خصوصا اینکه تجربه اول فیلم بلند من بود و داشتن بازیگرهای نوجوانی که اغلب تجربه اولشون بود که جلوی دوربین قرار می گرفتن، از جمله خود گلسا که اولین تجربه جلوی دوربینش بود. به هر حال این دشوار بود و در این حال لذت بخش، اما خوشبختانه من از همکاری با بازیگرهای که تجربه اولشون بود خیلی راضیم و تونست نتیجه خوبی داشته باشه. برای خود شما هم آرزو موفق میکنیم در این برلیناله. خیلی متشکرم. مرسی که شرکت کردین در این گفتگو.